کشیدن این صفحه آشنا شد. حالا بچه این صفحه هست، همین سوستان توی محور زد نیومدیم، الان این در واقع موضوع دو بعدیه و هنوز در واقع حجمی پیدا نکرده. ما همچین چیزی حالا توی دنیای واقعی نمیتونیم درک بکنیم یا حالا نمیتونیم ببینیم. حتی اول ما هر چیزی که میبینیم یه ضخامتی داره، امکان نداره که ضخامت نداشته باشه، اما این الان در به صورت در واقع پیشفرض ضخامتی نداره. ولی خب شاید براتون سوال باشه که خب اگه ضخامتی نداره ما چجوری اینو میبینیم؟ فقط برای این در نظر گرفته شده که فقط برای این میبینید که نرم افزار اینجوری خواسته شما بتونید روی این مدل دو بعدی در واقع کار بکنید. حالا وقتی به واقعیت نزدیک میشه که اینا بیان توی محور زد، یعنی چی؟ یعنی بیان اینجوری بالا، اوکی، حالا ضخامت پیدا کردن، تازه تبدیل شدن به این موضوع سه بعدی که ما تو واقعیت داریمش، اوکی. خب من کنترل زد میزنم برمیگردم، بچا کنترل زد آندو دیگه، آندو که برمیگرده عقب و کنترل وای پشت سر هم بزنید برمیگرده جلو، اوکی، اینه که دیگه تو همه نقصارو مشترک. خب حالا برای اینکه حالا من از یه ابزار اینجا استفاده کردم که همون بهتون یاد ندادم، ولی برای اینکه با همین ابزار لاین توی در واقع محور زد حجم داشته باشیم و بتونیم یه مدل سه بعدی واقعی خلق بکنیم، من میتونم اینجا توی محور زد ببینید بسته به زاویه دید طول میتونید در واقع معین کنید. الان دقیقاً موازی محور زد، یعنی دقیقاً 90 درجه به سمت بالا داره میره، یعنی من میتونم اینجا بیام دوباره موازی این محور در واقع سبز بیام اینجا و اینم بیارم تا اینجا، تا اینجا سطحش تشکیل بشه. حالا با ایریز که ای رو بزنید این پاک کن فعال میشه، ایریزر تونم پاک بکنم، هر چیزی که پاک بکنی دقیقاً پاک بزن، لبر رو پاک بکنم یا مثلا صفحه رو پاک بکنم که حالا با صفحه رو با این نمیتونید، با دیلیت رو بزنید تا پاک بشه، دکمه دیلیت رو از روی کیبورد، اما خطاش میمونه، میبینید؟ خب یه چیزی الان با یه چیزی آشنا شدید، یه چیزی باید متوجه شده باشید، یه فلسفه دیگه‌ای که ما توی مدل سازی اسکچاپ داریم، تشکیل خطهایی که به هم اتصال دارن باعث به وجود اومدن سطح میشه. ببینید اگر من اینجا مثلا یه جای خطم قطع بشه، من ببینید الان ببینید اینجا یه جای خط من قطعه، کل این خط رو ببینید، ببینید کل این خط همه وصله، اینجا قطعه. وقتی که اتصال بین در واقع یه حلقه خط وجود نداشته باشه و اون خطا بسته نباشن، این اتفاق میفته و باید من مدادم بیارم اینجا، از اینجا به اینجا که وصل بکنم، خودش خود به خود متوجه میشه و تبدیل به سطح میشه و بسته میشه اصطلاحاً این صفحه. این یکی از چیزایی که خیلی باید بهش توجه بکنید. خیلی وقتا اتفاق میافته که بچه ها یه سری سطح میکشن این شکل، بعد میخوان در واقع از یه سری ابزارها استفاده بکنن، این که خیلی بچه ها دیگه میخوان از یه سری ابزارها استفاده بکنن و نمیتونن تبدیلش به سطح بکنن، میگن استاد جایی تبدیل به سطح نمیشه، این هر کاری میکنیم این سطحش بسته نمیشه مثل این که ما بتونیم روش کار بکنیم. بچه‌ها مشکل اینجاست که باید خطاتون رو چک بکنید که حتما بسته باشه، اگر بسته باشه حتما تبدیل به صفحه میشه و این نکته رو اگر متوجه بشید تو خیلی از مواقع توی اسکچاپ مشکلی مدل سازیتون برطرف میشه. اولش خیلی این مشکل رو بهش برمیخورید، اولا که تا جایی که میتونید از کشیدن خطوط اضافه پرهیز کنید، این لاین رو بر ندارید همینجوری هر جا خواستید خط بکشید، این خطوط اضافه‌ای که بکشید بعداً براتون تبعات داره. اگر من به این خطوط اضافه این مدل نیازی ندارم، باید پاکشون بکنم، باید قشنگ مدلتون تمیز بکنید، مثلا من به اینا نیاز ندارم، به اینا هم نیاز ندارم، باید 100% پاک بشن، اوکی؟ اگر پاک نشن بعداً هم توی تهیه نقشه‌های اجراییتون هم توی در واقع ادیت کردن مدل‌هاتون به مشکل می‌خورید. مثلا مدلو می‌زنید می‌برید شهرداری یا کارفرما در واقع براتون
یه ادیتی میزنه میگه من از این خوشم نمیاد فلان کارو باهاش بکن، خب باید بیاد ادیت بزنید. حالا اگه خطاتون خیلی نامرتب و مدلتون خیلی کثیف شده باشه، اونجاست که به مشکلات زیادی برمیخورید و باعث میشه که وقتتون خیلی هدر بره و خیلی دچار مشکل میشید. این تجربه شما خیلی داشتم که دارم بهتون میگم. اول کاری یه مقدار سخته، اما تا جایی که میدونید، تا جایی که میتونید خطای اضافه رو پاک بکنید. اما ببینید این خطا همه اضافه است، بعد اینو پاک بشه تا اونجایی که میتونید. ببینید این خطا همه اضافه است، نذارید این خطا باقی بمونه. اگر کی رو بزنید، من کی رو میزنم، خط هایی که اون پشت هست به صورت خطچین نمایش داده میشه، یه چک بکنم ببینم که خط اضافه ای نباشه. حالا با این تا جایی، تا یه در واقع جایی میشه این کار رو چک کرد، یا مثلا بیایید زیر این بهتره، مثلا که بیایید زیر حجم، پشت حجم ببینید چه خط های اضافه ای داره. الان ببینید این خط اضافه است، یا مثلا این خط اضافه است. برای چی باید باشه؟ این خط اضافه بوده به خاطر اینکه این سطح یکیه دیگه، وقتی سطح با هم یکیه خط نباید باشه. اما این دو تا سطحی که با هم متفاوتن، اگر این خط رو پاک کنید، خب این وجهش ببینید از هم گسسته میشه، به این شکل در میاد. اوکی؟ ولی نه، این خط ها که روی سطح هستن رو میتونید پاک بکنید، اما خطی که در واقع تشکیل یه سرفیس رو داده، ببینید نیا کنید، من براتون مثالش رو بزنم، روی همینجا هم میشه زد. ببینید این خطی که اینجا وجود داره تشکیل در واقع سرفیس رو میده، تشکیل این سرفیس رو داره میده، اما باید اینو پیشبینی بکنید. خب اگر من اینو پاک بکنم چه اتفاقی میفته؟ این خط دقیقا روی این سرفیس قرار گرفته. اگر من اینو پاک کنم، بازم یه سری خطوط دیگه هستن که این سرفیس رو نگه دارن. اما مگه این خط رو پاک بکنم چی؟ چه خط دیگه باقی میمونه تا این سرفیس رو حفظ بکنه؟ خب وجه پایینیش کلا پاک میشه دیگه. و چه خطی باقی میمونه تا این مثلثی که از سه تا لبه تشکیل شده رو نگه داره؟ یعنی اگر من اینو پاک بکنم، نتیجه این میشه که همین سرفیس، همین صفحه ناپدید خواهند شد. اگر من دیلیتش بکنم، میبینید که دقیقا همین اتفاق میفته. حالا جالبتر اینجاست که اگر من L رو بزنم و از این نقطه به این نقطه اتصال بدم، باعث میشه که در واقع این دوتا وش، دوتا صفحه دوباره توی نرم‌افزارمون برگردن، چون دقیقا از جای درستی به جای درستی دیگه، به نقطه B درست داریم خط رو وصل میکنیم، که این خطی که وصل کردیم باعث شد این صفحه بسته بشه، در واقع این وجهاش بسته بشه و همینجوری این مثلث هم ستا وجهش تکمیل بشه. اما نه، یه موقع هستش که شما روی این سطح کلی خط میکشی به این شکل. حالا اینا داستانشون چیه؟ خب ببینید این خطا درسته که هر کدوم یه سری سطح رو تشکیل دادن، اما اگر اینا رو پاک بکنیم چه اتفاقی میفته؟ خب این سطح هنوز باقی مونده دیگه، به خاطر اینکه این چهار تا وجهشو داره. اوکی؟ پس حتما با حواستون به این موضوع باشه. حالا یه چیزی الان دیدید، شاید براتون سوال به وجود بیاد که آقا شما الان کشیدی و وصل کردی به اینجا و این خطا ضخامتشون تغییر کرد، داستان این چیه؟ نیا کنید، من اینو میکشم، وقتی که وصل بکنم ضخامتشون تغییر میکنه، اگر وصل نکنم ضخامتشون همجوری میمونه. بچه با اسکیپ میتونید دستورتون رو کنسل بکنید. الان من رو دستور این مداد بودم، با اسکیپ میتونید کنسلش بکنید، یا با خود میخواب آره دیگه، با اسپیس، با اسپیس میتونید کنسلش بکنید. ببینید اگر دارید در واقع دستور اجرا میکنید، الان من تو دستورم، خب هنوز اجراش نکردم، کلیک چپ رو نزدم شروع کنم کشیدن. وقتی که شروع میکنید به کشیدن، اگر اسکیپ رو بزنید دیگه نمیکشه، یا اگر اسپیس هم بزنید مثلا دیگه نمیکشه. اوکی، از دستور خارج میشه. حالا اسپیس چیه کلا؟ اسپیس ابزار سلکت، یعنی مستقیم از هر ابزاری میره روی سلکت. سلکت بچه برای انتخاب کردن،
انتخاب کردن بار روی همین موز سلکت باشه که دکمش روی کیبورد اسپیس خیلی با اسپیس کار دارید دیگه، مثلا کلی نقطه میکشید چون کلی خط میکشید و بعد دیگه نمیخواید توی این ابزار باشید اسپیس میزنید. اوکی